سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز نمیخوان رژیم اصلا از پایه کنده بشه. به طور مشخص خب جولیانی قول داده به مجاهدین که یک سال دیگه ما انشالله هم دیگر رو در تهران ببینیم. این خودش یه اتفاق بزرگی شده، از این جهت که تمام با انتخاب اصلا ایشون اپوزیسیون برانداز رژیم که بیرون از رژیمه و میخواد از این رژیم گذر بکنه خیلی تشویق شده و توانمند شده، احساس میکنه که خب حالا یک رفیق بین المللی بزرگ داره و بنابراین میتونه کار بکنه. بله، من و شما و میلیون ها تن دیگر از ساکنین این ده جهانی سال 2019 رو آغاز کرده ایم و سال 2018 رو با تمام رویدادهای خوش و ناخوشش پشت سر گذاشتیم. میگویند گذشته چراغ راه آینده است و اینکه با نگاه کردن در آینه پشت سر میتوان راه پیش رو را آسان تر پیمود. در برنامه امروز نگاهی اجمالی خواهیم داشت به چند رویداد مهم سیاسی و اجتماعی در این سو و آن سو. خب همونطور که مطلع شدید، مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر علی اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه هستند که از دوستان و یاران همیشگی این برنامه هستند. اجازه بدید به ایشون خوش آمد بگم. بسیار خوش آمدید آقای دکتر مهدی. از دعوت شما و سلام به تمام هموطنان عزیز. خب سال 2018 رو پشت سر گذاشتیم با همه شور و شر و خوب و بدش. به طور کلی مهمترین رویداد سال گذشته در ارتباط با ایران، آمریکا، ایرانیان در این سو و آن سو از نظر شما کدوم هست؟ حالا در اگر بخوایم وارد حوزه آمریکا بشیم، مسائل خوب زیادی بود. بله. تقریبا آقای ترامپ هر روز یا اگر خلاصش بکنیم شاید هر هفته مشکل جدیدی یا مسئله جدیدی رو ایجاد میکنه. ولی آنچه که در رابطه با ایران مسئله بسیار مهمی هست با آقای لغو برجام بود. بله. لغو برجام عملا مسیر کشور رو در عوض کرده، مسیر اقتصادی و اجتماعی جامعه رو عوض کرده. جامعه ایران بله بله، همش در حوزه ایران داریم صحبت بله. میکنیم. به هر حال اتفاقی است که پیامدهای شدیدی رو هم برای ایران داشته، هم برای خود آمریکا هم در دراز مدت خواهد داشت. یکی از اثراتش مثلا همین اتفاقاتی است که الان می‌بینیم در مورد عقب نشینی لشکرهای آمریکا از منطقه هستش، سوریه آمریکایی هستش و اینها. ولی اونچه که مهمه این هستش که اقتصاد ایران رو دچار مشکل بزرگ کرده، سقوط اقتصادی که در ایران رخ داده. البته اقتصاد ایران همواره با مشکل و بحران مواجه بوده از ابتدای این رژیم به علل مختلف، بعضا به خاطر اختلافاتی که با کشورهای خارجی همیشه داشته، با آمریکا و تحریم‌های قبلی، جنگ، غیر و ذالک. ولی از یه طرف دیگه هم مسئله عدم و مدیریت داخلی و غیر و ذالک. اما اونچه که مهمه این استش که در شرایطی که انتظارات جامعه و انتخاب آقای روحانی یه امیدی آفریده بود که به هر حال اوضاع اقتصادی مردم بهتر بشه و وضع به گونه‌ای بشه که جامعه بتونه یه خورده نفس راحت تری بکشه، به خصوص در حوزه اقتصادی، اینها همه برباد رفت با لغو برجام. بله. و از طرف دیگه تحریم های جدید تأسیس شد و این تحریم ها خیلی بدتر از تحریم های قبلیه که رژیم تا سفت و سخت‌تر هست. خیلی سفت و سخت‌تر، با اینکه این تحریم ها تحریم های سازمان ملل هم نیست. بله. اینا تحریم های یه جانبه ایست که آمریکا داره به دنیا با فشار آوردن به نه تنها ایران بلکه به تمام دو کشورها در ارتباط با ایران میاره و اقتصاد ایران رو داره میبره به طرف فلج کردن. البته خب رژیم هم برای این کار
تمهیداتی رو دیده و غیر و زالک، ولی هر چقدر بکنه این کار رو کافی نیست، برای اینکه نتیجه‌اش هم تا به حال دیدیم. ریال شدیداً سقوط کرد، دلار چندین برابر شد، یا صحبت از 10% و 20% نبود، صحبت از درصد عظیمی بود که مثلا، و این خب زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه رو به هم ریخته. از طرف دیگه ابعاد سیاسی زیادی رو داشته. بله. عادتاً کمک داره میکنه به تمام این بحران ها و این تظاهرات ها و حقوق های عقب مونده، تظاهرات میآفرینه برای کارگران، برای معلمان، برای کارکنان، برای کامیوندارها، غیر و ذالک. اینا همه، این تظاهرات ها همه برای رژیم هزینه سیاسی بزرگ داره. از طرف دیگه دامن زده به یک سلسله انتظارات، افزایش انتظارات در میون مخالفین، که به هر حال مخالفین رو فعال کرده. بله، سال بعدی من در مورد اثر و ایفکت لغو برجام بر روی اپوزیسیون هست، چه داخل و چه خارج از کشور. در خارج از کشور میبینیم که حرکت تازه‌ای هستن شروع شده بعد از لغو این، چرا که عده زیادی چشم به راه دخالت آقای دونالد ترامپ در اوضاع داخلی ایران هستن و میبینیم که انواع گروه‌ها و اقسامش اصلا جون تازه گرفتن و همه خودشونو میگن به من نگاه کن، من آلترناتیوی هستم که شما خواهید بود. آیا این برجام، لغو برجام، اثر مؤثری در اپوزیسیون خارج از کشور یا داخل؟ قطعاً. و ببینید، قطع برجام دو چیز مستقیم داشته، دو تا تأثیر مستقیم سیاسی داشته. در درون ایران تأثیری که گذاشته این هستش که اوضاع اقتصادی رو به شدت دگرگون کرده، و با توجه به هدفی که این دولت آقای ترامپ در موردش داره، هدف عمده، ببینید دولت ترامپ به هر حال، من معتقد هستم که اولا یک صدا نیست دولت ترامپ. این یکی از اشتباهاتی که ما تصور کنیم همه دولت ترامپ و کسانی که با ترامپ کار میکنن همه یه قضاوت دارن. مثلا آقای بولتون و آقای جولیانی، اینا خوش مشخصه، اینا تغییر رژیم میخوان و نه تنها تغییر رژیم سخت میخوان. ببینید، تقریبا من فکر میکنم هیچ کسی در ساختار سیاسی قدرت آمریکا نیست که تغییر رژیم جمهوری ایران رو نخواد. تغییر، حالا این تغییر رژیم به یه دی به صورت نرم، این همین این رژیم دگرگون بشه و یه اصلاحاتی در درونش انجام بشه و این رژیم اون چیزی که هست نباشه دیگه، رژیمی معتدل بشه توی منطقه، مخالفت با آمریکا رو کنار بگذاره، مخالفت با اسرائیل رو کنار بذاره، مثل عربستان یا هر کشور دیگه‌ای که هم مثلا کشورهای دیکتاتور هم هستش باشه. ولی یه عده دیگه هستن که اینا مخالفین نرم نظام هستن در دولت حاکمیت مثلا آقای ترامپ، ولی افرادی هم داره که سخت، به قول معروف، مخالفین سخت هستن. اینا میخوان رژیم اصلا از پایه کنده بشه. به طور مشخص خب جولیانی قول داده به مجاهدین که یک سال دیگه ما انشالله هم دیگه رو در تهران ببینیم، این جلسه، این برنامه که داشتن در بله. تو تهران باشه. آقای بولتون هم یه همچین دیدگاهی داره و اصلا پنهان هم نمی کنن، خیلی رو درست میگه. ولی چیزی که هست اینه که چیزی که به نفع حالا جمهوری اسلامی، به نفع مخالفین، به ضرر مخالفین، بس که داره کدوم ورش قضیه رو بگیری، این هستش که ترامپ ثابت کرده، نه تنها در حوزه بین المللی، در الان همین چند روز گذشته، دو هفته گذشته، هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی ثابت کرده این آدم معامله گره و به هیچ چیزی جز خودش و موفقیت خودش، هر جوری که تعریفش میکنه، وفادار نیست. مثلا ایشون بیاد، رژیم بیاد الان با اینا یه معامله بکنه، امتیازات زیادی بده، دقیقا. ایشون موفق بشه، من مطمئن هستم امضا میکنه، هیچ اشکالی هم نداره براش. بله. اینو بسیاری اعتقاد دارن که ایشون حتما معامله خواهد کرد با جمهوری. ولی بله. در رابطه با ایران هم همینه، میخواد رژیم ایران اول تضعیف بشه در قدرتش تو منطقه. اولا دوست داره منطقه، همه جمهوری اسلامی از منطقه بیاد، از کشورهای منطقه بیرون، از یمن، از سوریه، از عراق بیاد بیرون، دست و پای جمهوری اسلامی رو ببنده، محدودش کنه، ضعیفش بکنه و اگه میشه ازش معامله‌ای بکنه باهاش و به نفع خودش، اگر نشد هم میره تا راه سرنگونی و به هم پاشیدگی ایران. اگر هم به هم پاشیدگی ایران برسه، به تجزیه ایران هم برسه، براش هیچ مهم نیستش، اون راه رو هم خواهد رفت.
برام بسنی که تصوری که بفرمایشون فکر می‌کردن کردها فکر می‌کردن این الان با اومده در حمایتی که از اونها داره میکنه تا انتها میره. می‌بینید همین الان در هفته پیش این رو هم در جریان سوریه کردها رو هم عملاً به یه نحو قربانی قرار داد. بنابراین این خودش یه اتفاق بزرگی شده از این جهت که تمام با انتخاب اصلا ایشون اپوزیسیون برانداز رژیم که بیرون از رژیمه و میخواد از این رژیم گذر بکنه خیلی تشویق شده و توانمند شده، احساس میکنه که خب حالا یک رفیق بین المللی بزرگ داره و بنابراین میتونه کار بکنه. اتفاقی که افتاد برجام رو وقتی لغو کرد و بعد آقای پامپئو اومد با ایرانیان خارج از کشور شروع کرد یه پولی بزنه بین اپوزیسیون خارج از کشور و ارتباطشون با اونها که بتونن فشار رو به رژیم رو زیاد بکنن، اینها رو امیدوار کرد که اینا میتونن به هر حال یه کارایی بکنن و بعد بلکه ترامپ اصلا بره اصلا رژیم رو حمله بکنه، رژیم رو برداره، ولی خب خشونت آمیز نباشه، فشارها باشه. این بخش اپوزیسیون ایران جون گرفته از اتفاقی که افتاده. یک دست هم نیستن، دستای مختلف هستن. همه اپوزیسیون تقریبا جون گرفتن. فرقش این یه بوده قضیه است بله. که جون گرفتن، یکی بهشون جون داده نیرو بخشیده، توانمندشون کرده، یکی این امیده که و فعالیت های آقای ترامپه. از طرف دیگه آقای ترامپ سرمایه گذاری های داخلی و برای فشار به ایران داره میکنه، عملی داره میکنه. گروه های مختلفی هستن که چه در پاکستان هستن، در جاهای دیگر هستن. اینها امکاناتی بهشون داده شده، امکاناتی میگیرن از جاهای مختلف. در پاکستان از رفقای آمریکا که از طریق با چشمک به اونها داده میشه. اینها خوب دارن تو مرزها فشار به ایران وارد میکنن. از طرفی بخشایی از متاسفانه اقوام ما هم گروه هایی هستن که خارج از کشور با دلبستگی پیدا کردن، با اینا رفت آمد پیدا کردن. و بعد بخش های از اپوزیسیون خارج از کشور عملا اصلا نامه نویسی رو با ایشون شروع کردن. آخرینش همین حدود 405 نفر افراد شناخته ای هم نیستن زیاد. طبعا امروز صبح در تلویزیون می دیدم که خودشون به عنوان بهترین شخصیت ها از اینها نام می بردن. نه همشون، اغلبشون سلطنت طلب هم. برحال سلطنت طلب ها و ارتباط آقای رضا پهلوی و پیشنهاداتی که آقای رضا پهلوی برای مذاکره و ارتباط و همیاری و همکاری و کنترل نمیدونم ضبط پول مثلا کسانی که فرزندان اون نمیدونم افرادی که وابسته به رژیم هستن در آمریکا و این پول رو منتقل بکنیم به اپوزیسیون و غیره، حالا بدید به ما که ما فعالیت کنیم. خب اینا همه نشون میده که اینا امیدوار شدن. بخش های جمهوری خواه هم به هر حال از طرف دیگه چون این فشارهایی که داره به اقتصاد ایران میاره داره کمک میکنه به نارضایتی عمومی که داره به این تظاهرات ها می انجامه چه از دی گذشته، یک سال گذشته تا به حال که الان سالگردش هستیم ما این تظاهرات، بعد هفت تپه، فولاد، بله تظاهرات و نارضایی ها در داخل ایران بسیار شدت گرفته بعد از لغو برجام. آیا شما فکر میکنید که ایران و مردم داخل ایران آیا آماده تحول و تغییر هستند؟ و اگر جواب شما مثبت هست، آقای ترامپ چه نقشی بازی میکنه در این زمینه؟ مردم ایران اون بخشیش که به هر حال از این رژیم حمایت نمیکنه، که اگر مثلا از ابتدای انقلاب اگر فرض داریم میکنیم، خود آمارا رو نمیخوام، دقیق نیستش، کسی آمارا هم نگرفته بود، اگر فرض بکنیم که از ابتدای انقلاب مثلا 20% بود، هی همین جور بیشتر و بیشتر شده که از این رژیم ناراضی بودن و اومدن، تا الان هم شاید مثلا به یه چیزی در حدود 70-75-80 مثلا کمازی در اون مایه ها باشه، 20% هم بذارید به اون جمع طرفداران این رژیم و افرادی که با این رژیم دارن کار میکنن، اینا همه تغییر میخوان. از اون موقع هم تا حالا تقریبا در این 40 سال هم تغییر ابعاد مختلفی میخواستن. بله. و هر چی هم اومدیم این ورتر همین رقم بیشتر شده، هم انتظارات تغییر بیشتر شده. منتها اپوزیسیون هم که تو جمهوری اسلامی کم نداره، خارج از کشور هم اگر کسانی بودن که مثلا امیدوار بودن این رژیم برگرده، یک کاری که در این از دی گذشته به این ور اتفاق افتاده در میون اپوزیسیون حتی جمهوری خواهه ما، نه تنها فقط سلطنت بله. طلب، این هستش که امید به اصلاحات این نظام تقریبا محو داره میشه.
فقط در میون بخش اصلاح طلبان درون کشور هست. اونها هم جالب هست که تک و توکی از افراد اونها هم دارن ریزش میکنن، یا به طور خصوصی یا به طور ضمنی در نوشته هاشون این هست که دارن یواش یواش امیدشون رو از دست میدن، برای که این رژیم اصلا اصلاح پذیر باشه. حتی اونایی که بله. امیدوارن این رژیم بماند یا حداقل خودشونو در این رژیم میتونن تعریف ولی بکنن. در این میان جبهه ملی دیدیم که مثل این که فعالتر شد و الان فعالیت دارن میکنن. جبهه ملی ببینید پنجم من اپوزیسیون در واقع رژیم بیشتر شده. اتفاقی که انتخابات ترامپ و کمک هایی که الان دولت ترامپ داره به اپوزیسیون ایران میده در خارج از کشور، یا اگرم در درون هست مخفیانه هستش و اطراف کشور، امکان این رو فراهم آورده که به خصوص سلطنت طلبا که نزدیکی و ارتباط تاریخی داشتن با کاخ سفید، اینها هم امیدوار بشن، هم امکانات بیشتری پیدا کردن برای تجهیز جدید. از طرف دیگه اپوزیسیون های نیروهای دیگر مختلف اپوزیسیون که رژیم بریدن و بعد هم میبینن که در درون هم امکانات فعالیت ندارن، بله اینها همه دیگه همشون هم مسن هستن مثل بنده، همه سنشون بالاست. نگاه بکنید در تمام رشته های اپوزیسیون ما در رأس سازمانیشون همه افراد مسن هستن. اینها در واقع آفتاب لب بوم هستن. بعد دارن میبینن که خورشیدشون داره دیگه از در زندگی، بعد فرصت دیگه ندارن. در حول ورشون رشته که فکر میکنن الان دیگه آخرین ضربه است کاری که میتونیم بکنیم، و این الان یه نیروی ایجاد کرده که یه اتحادی بله. فرصت آقای ترامپ رو فرصت مناسبی میبینن برای بله. تجهیز جدید بله. در این میان آقای رضا پهلوی خب قاعدتا فعالیتشون رو بیشتر کردن، سعی دارن میکنن نیروهای مختلف رو جذب کنن، نیروهای مختلف هم دارن به طرف ایشون میان چون خیلی امیدوار شدن بله. که آقای رضا پهلوی میتواند نقش گرد هم آورنده و متحد کننده ای رو بکنه. حتی بچه های بعضی هایی که در نیروهای اپوزیسیون هستن دائم مثلا وقتی صحبت از رهبری میکنن در اپوزیسیون، خب یکی مشکلات ایران اپوزیسیون ایران اینه که رهبری نداره بله. مثلا ایدئولوژی مشخص نداره، سازمان نداره. این سازمان بندی رو الان ما میونه گروه های سلطنت طلب میبینیم، یکی و دوتا هم نیست، انواع شکل هست داره فرشگرد، یکیشه که برای جوانانشونه، قوغنوسه الان دارن عنوان دانشمندان میخوان که بله. دارن بیارن بله. و راه های مختلفی رو دارن تیم بله. گروه های مختلف تشکیل شده. اما شما فرمودید که آفتاب لب بوم هستن و خب یک حزب سیاسی جمعیت شناسیه بله. یعنی ساختار سنی اپوزیسیون سازمان یافته ما حتی مجاهدین سن بالاست. آره ولی در ایران جبهه ملی طرفداران جوانشون، اعضای جوانشون بسیار هستن، چون یک حزب سیاسی که با پیر شدن یه گروهی از اونها که از میان نمیره اصولی که داره. من متاسفانه در میون اپوزیسیون خارج اپوزیسیون خارج از نظام بله. چه در درون ایران چه در بیرون ایران متاسفانه حرکت تحرک‌آمیزی که بتواند در حوزه عمل اجتماعی بله. خود نمایی بکند و بتواند خودشو بروز بده و تأثیر گذار باشه رو ندیدم. در داخل ایران اینجا خارج از کشور بله. مسئله نیست بله. من مشکل تمام اپوزیسیون ایران این بله. هستش که رابطه ارگانیکی با زیربنای بدنه های اجتماعی جامعه ما نداره. اگرم هست خیلی محدوده، بروز نمیتونه بده. ببینید زنان ما در درون ایران دارن فعالیت میکنن بله. سازمانی هم تا به حال نبوده نداشت. اون سازمان هایی که قبلا بودن 1,000,000 امضا در جنبش بله. زنان، اینها حرکت های اونجا انجام دادن که حرکت های مؤثر بود، بزرگ نبود، سراسری نبود به اون صورت که مثلا یک باره بتونن مثلا 100,000 نفر بیارن بیرون، ولی هر جا کار کردن. ما چنین چیزهایی رو در درون از اپوزیسیون های دیگه ندیدیم که مثلا بتونه یه روزی یه فعالیت یه فشاری مستقیم بیاره در برابر رژیم و رژیم هم برش به خاطرش عقب نشینی بکنه. خب به خاطر اینکه در برابر قدرت قهریه اون نمیتونه بایسته. قطعاً. ولی نکته من در همین هستش که این اپوزیسیونی که ما داریم صحبت میکنیم نسل اپوزیسیونیه که از نسل گذشته اومده. بذارید یه چیزی رو بهتر بگم. بله. رژیم هم دچار همین مشکله. یعنی این مشکل اپوزیسیون ایران نیست بله. رژیم هم الان ضعف داره در این که بتواند طبقه متوسط جدید رو به خصوص جوانان رو جمع بکنه با خودش.
جوانانی رو که رژیم داره، جوانانی هستن که بیشتر از روستاها آمدن، از خانواده های مذهبی آمدن، و یا جوانانی هستن که شغلشون وابسته به رژیمه و اگر فردا رژیم عوض بشه، مثل زمان قدیم مثلا تابلو عکس شاه رو برداشتن، عکس آقای خمینی رو گذاشتن، چون میخوان زندگیشون رو بکنن. افرادی هستن که لزوما هم سیاسی نیستن. پس شما به عبارت دیگه، من معتقد هستم رژیم دچار مشکلات زیادی هستش، ولی رژیم در مرحله ای الان نیست که اپوزیسیونش بتونه به قول معروف با اصطلاح آمریکاییش ناکاوتش کنه. ناکاوتش با یه ضربه کارش رو نمیتونه. پس شما فکر میکنید که الان جمعیت ایران و ایرانیان داخل کشور یا اپوزیسیونی که شما میفرمایید به اون نقطه قلیان و انقلابی نرسیده که بتونه حرکت انقلابی رو پیش ببره، حرکتی بکنه برای تغییر؟ قلیان وجود اومده. قلیان بوده. همین ببینید این تظاهرات واقعا تا به حال سابقه نداشته. حالا بیسش علت اقتصادی داره، کموتای اقتصادی داره، ولی سوال من اینه که آیا در همین حال حاضر با این کموتای اقتصادی آیا میتونه جرقه بزنه و اون قلیان و حرکت انقلابی رو تو ایران پیش بیاره؟ شما به عنوان یه جامعه شناس اینو چه بله به عنوان جامعه شناس اگر نگاه بکنید، این وقایع هر چقدر اقتصاد ایران وضعش بدتر بشه، هر چقدر رژیم کنترل شرایط دستش بیشتر خارج بشه، اینها بیشتر هم خواهد شد بلا استثناء، شکی هم درش نیست. اما اون طرف قضیه هم هست، هر چقدر اپوزیسیون ما سازمان بندی لازم نداشته باشه، رهبری مناسب نداشته باشه، من به هیچ وجه از رهبری خیلی هم مخالفم با نیروهای حتی جمهوری خاکی تاکید میذارم، ما رهبری برای همین هم رفتن خیلی ها دوره بره آقای رضا پهلوی بله. به این معتقد هستن که ما رهبر فرهمند میخوان. من اولا از فرهمندی یا کاریزماتیک بودن آقای رضا پهلوی، خب اگرم هست میون طرفداران خودش قطعا هست، ولی این فرهمندی رو من هنوز نتونستم ریشه ها و پایه های تاریخیش و اجتماعیش رو پیدا بکنم بله. بنابراین برای من جالبه که اپوزیسیون جمهوری خواه ما هم حتی امروز یواش یواش همش صحبت از این میکنه ما رهبری فرهمند میخوایم. اولا داشتن رهبری فرهمند در طول تاریخ نشون داده همیشه خیلی خوب چیز مثبتی نیست. ما رهبر قبلی که تونست شاه رو بزنه فرهمند بود، آقای خمینی بود، و دیدیم چه عاقبتی ما با گرفتار شدیم. شما وقتی که مردم جذب اپوزیسیون بشن به خاطر روی خوشگل یا نمیدونم ماه تو ستاره دیدن یک فرد، باید بدونید اون جنبش به کجا سر در میاره. ولی اگر مردمی رهبر معقولی داشته باشن، سازمان معقولی باشه که رهبریت معقولی داشته باشه، ادواری باشه، آدم یه نفرم نباشه که فرهمند بشه که تا آخر عمر بخواد وایسه، این خیلی سازمان یافته تره. اتفاقی که تو تونس افتاد، پایگاه داشتن، نیرو داشتن، جامعه مدنی زنده بود، نه اتحادیه ها کار میکردن. در ایران هم اینها باید محکمتر و محکمتر بشه، بسته به هم بسته بشه. سخت خواهد بود، ولی به هر حال اگر بخواد این راه، این تغییر درست جلو بره، ما به دموکراسی برسیم و همدیگر رو هم نابود نکنیم بله، در صورتی خواهد داد که این سازمان بندی در درون شکل بگیره، این نهادها در درون شکل بگیره و ارتباط ارگانیک بین اپوزیسیون و مردم برقرار بشه. خب دقیقاً هم جمهوری اسلامی و هم آقای ترامپ خوب نشانه گرفتن. آقای ترامپ که میخواد از جهت اقتصادی اینا رو به زانو در بیاره و جمهوری اسلامی هم جلوی هر گونه فعالیت احزاب رو گرفته. درست. خب پس شما تحولی نمیبینید، بنابراین فکر میکنید بعد چه میشه؟ نه ببینید، اتفاقی که رخ خواهد داد این که این آشوب ها و مشکلات گرفتاری ها بیشتر و بیشتر میشه. هرچی این آشوب ها و گرفتاری ها بیشتر و بیشتر بشه، رژیم هم ضعیفتر خواهد شد. در این اتفاق باید به گونه ای رخ بده که ضعف نظام با قوت یافتن اپوزیسیون انجام بشه، ولی با توسط معقولی همونطور که عرض کردم و بله. بسیار سازمان یافته بر اساس درایت، بر اساس منطق سیاست و منطق چیز، نه منطق خشم و خشونت و انتقام گیری و غیر و ذالک. اگر این انجام بشه، فشار بین المللی هم باید از ایران به اون صورتی برداشته بشه. اگر بنامشه فشار، ما در یه منطقهی داریم خیلی خطرناک زندگی میکنیم. الان عربستان سعودی جز
تضعیف و نابودی ایران، نابودی که نه اینکه محوش بکنه، اون میدونه که اصلا این کار ازش بر نمیاد، ولی میتونه به عوامل تجزیه فشار بیاره. دولت اسرائیل هم همینچنین، دولت اسرائیل میخواد هر چه زودتر جمهوری اسلامی برداشته بشه، یه حکومتی بیاد که خیلی مثلا دوستان روابط دوستانه با اسرائیل داشته باشه، تضمین بده، و بعدم ایران براش تو خیلی بزرگه. کلن ترکیه هم حتی با تمام رفاقت و آشنایی که با ایران داره، ایران به این بزرگی رو نمیتونه تحمل کنه، عربستان نمیتونه. یعنی در واقع سه تا قدرت در چهار تا بذارید بگم چهار تا قدرت منطقه ایمونه در منطقه، عربستان و ترکیه و ایران و عربستان و چیز اسرائیل، یکیشون بر علیه سه تاشونه، اون سه تا هم بر علیه اون یکی هم و هم بر علیه همدیگه هستن. بله. به عبارت دیگه ما در یه همچین منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم. بله. با مشکلات تاریخی، ولی خب ما به هر حال کشورمون بزرگه، امکانات و سرمایه‌های معنوی و تاریخی و زبانی و غیر از اله که بسیار جمعیتی داره، ولی متاسفانه اتفاقی که داره ناگوارانه میفته این هستش که دولت ترامپ الان قصدش اینه که تا میتونه تضعیف بکنه، و وقتی هم تضعیف میکنه فقط رژیم رو تضعیف نمیکنه، جامعه ما رو تضعیف میکنه، کشور رو تیکه تیکه میکنه. ببینید چه بلایی به سر سوریه اومده الان. بله. آقای هاس، ریچارد هاس، دو هفته پیش گفتن دیگه سوریه ای وجود نخواهد داشت. بله. به اون صورت سوریه دیگه کشور عادی نخواهد بود. یعنی در واقع واقعا کارهایی میکنن که کشور مثل لیبی، عراق تازه خیلی شانس آورده به خاطر اتفاقا وقایع منطقه‌ای که جای دیگه ای داره، وقت دیگه برای صحبت داره. بله. هنوز تیکه تیکه نشده و به اون صورت. اونم البته بله، نقشه جدید خاورمیانه که در زمان آقای جورج بوش خانم کاندلیزا رایس از اون صحبت میکرد که داره عملی میشه. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم. از شما خواهش میکنم که حتما در برنامه های دیگه تشریف بیارید و این موضوع رو حتما ادامه بدیم. این موضوعات ادامه خواهد داشت، برای اینکه ما وارد دوران بسیار سختی میشیم. رژیم ایران بالاخره یه روزی این رژیم خواهد رفت. بله. هر رژیمی که اومده. بله. خیلی هم بلندتر 200 سال 300 سال هم. بله. بوده رفته. اینها که خیلی متاسفانه گرفتاری‌های بیشتری دارن، ولی اپوزیسیون هم باید واقع بین باشه در برخورد با رژیم، حتی اگه میخواد واقعا مؤثر باشه و بتونه به اون هدفش برسه، باید با از احساسات رو بذاره کنار و با منطق واقع بینانهی نسبت به هم اپوزیسیون هم به مردم و امکانات کشور توجه داشته. بله، امیدواریم که سال 2019 برای ایران سال بهتری باشه. دقیقا. به هر صورت سپاسگزارم از وقتی که دادید و مثل همیشه استفاده کردید. تشکر از شما و هموطنان عزیز. خواهش. خب به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از گفتگوی این هفته استفاده کرده باشید. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همچنین از کلیه همکارانم در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.